مرتاد درویشپور همراه ماست، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. آقای درویشپور، چرا مقامات جمهوری اسلامی حتی در مباحثی که مستقیم با جان همه مردم در ارتباطه به دروغ و تکذیب متوسل میشن؟ ببینید، اولا کشوری که دموکراتیک باشه شبانه روز اطلاع رسانی میکنه، شبانه روز سعی میکنه اعتماد بین خودش و مردم رو تقویت بکنه، اما کشورهای دیکتاتوری در این زمینه اصولا حراس دارن از واکنش افکار عمومی، بنابراین سعی میکنن با پنهانکاری و توسل به دروغ در واقع آرامش رو حفظ بکنن. بنابراین جلوگیری از دستپاچگی اجتماعی که میتونه زهری باشه برای جامعه، اگر در کشورهای دموکراتیک از طریق افزایش اعتماد بین مردم و دولت و حکومت صورت میگیره، در کشورهای دیکتاتوری درست برعکسه، از طریق مخفی‌کاری هرچی بیشتر. و اون هم جمهوری اسلامی ایران، یعنی حتی اگر با چین مقایسش کنیم، چین اگر در اوایل دروغ‌های سنگینی گفت، کتمانکاری کرد و لطمات سنگینی رو وارد کرد بر خودش و جامعهش و جهان، اما بعداً فهمید که این روش کار نمی‌کنه. اما جمهوری اسلامی ایران متاسفانه ما در حوادث سقوط هواپیما، در برخورد به خیزش آبان و سرکوبش و غیره دیدیم حکومتی است که اصولاً مبتنی بر دروغ هست، یعنی گویا قاعده در این حکومت دروغگویی است و مگر اینکه خلافش ثابت بشه. از این نظر مهمترین روش کنترل جامعه رو و جلوگیری از دستپاچگی اجتماعی رو دروغگویی و کتمانکاری می‌دونه. آقای درویشپور، به غیر از دروغ و تکذیب، تقریبا همه مباحث در جمهوری اسلامی باش برخورد امنیتی میشه. از نقطه نظر شما این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ ببینید، اینکه حتی مسئله کلان که امنیتی کردن برای اینکه نگرانی از شورش‌های اجتماعی است اساساً. البته ما الان در لحظه حاضر مستقیما با واکنش یک شورش اجتماعی روبرو نخواهیم شد، چون من قبلا هم اینو گفته بودم، مسئله این که ویروس کرونا نفس تجمع رو با هراس تولید کرده، بنابراین ما شاهد این نخواهیم بود که در کوتاه مدت یک همچین اتفاقی بیفته، اما در دراز مدت میتونه اوج نارضایتی و در واقع ریزش از طرفدارای حتی حکومت رو چنان شدید بکنه که در واقع به محض پایان یافتن دوران کرونا بتونه نارضایتی‌های اجتماعی انفجاری، حالت انفجاری به خود بگیره. از این نظر امنیتی کردن این ماجرا برای حکومت، هم برای مقابله با انفجار اجتماعی بعدی، هم به نظر من یک نوع اقتدار نمایی است. یعنی در کشورهای دموکراتیک نظام کارشناسی برجسته میشه، حرف متخصصان اصل هستش، تو جامعه ما حرفای متخصصان بی ارزش تلقی میشه و در واقع حکومت سعی میکنه با امنیتی کردن ماجرا سلطه کاملش رو حفظ بکنه و در واقع از این ماجرا برای تحکیم اقتدار سیاسی ضربه خورده و لطمه خورده خودش استفاده کنه. اشاره کردیم به اقتدار سیاسی. الان در جمهوری اسلامی هر کدوم از مقامات در مورد کرونا یک مبحث جدیدی رو مطرح میکنن. فکر میکنید این بیماری یا این ویروس آیا میتونه به اتحاد نیمبندی که درون نظام وجود داره لطمه بزنه؟ نه، قطعا اینا رو به هم نزدیکتر میکنه. درجه دروغگویی در واقع و بی‌آزرمی که امروز آقای روحانی نشون میده در همصدایی مطلق با آقای خامنه‌ای، آنقدر چشمگیر و گسترده است که شاید در هیچ دوره‌ای ما شاهد اون نبودیم. اصولا میتونم بگم در سطح جهانی بیماری کرونا طبیعتاً فاصله های سیاسی، شکاف بین احزاب گوناگون و جریان های مختلف رو کمرنگتر کرده و نوعی زمینه اقتدار رو بیشتر کرده. حکومت اسلامی فکر میکنم الان از این فرصت استفاده میکنه، در کوتاه مدت یک پارچه تر عمل بکنه، ولی در دراز مدت مطمئنم شکاف های اجتماعی و نارضایتی های اجتماعی به مرحله خیلی بحرانی تری خواهد رسید و از این نظر حکومت سعی میکنه با قاطعیت و امنیتی با این ماجرا روبرو بشه. مرتاد درویشپور بود، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی.